بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الكریم و صلی الله خیر خلقی محمد و علی اصحاب اجمعین. اما بعد، من دعای نهایت عزیز و گرامی و کسایی که این برنامه مخصوص تماشا میکنه، خدمت کل شما، خدمت همه شما، خدمت تک تک شما عرض سلام و ادب دارم. و در برنامه امروز ما دو جوان یا دو فرزند یکی از شخصیت های بسیار محترم جامعه ما را که امروز متاسفانه با ما نیستند، که عبارت از مولانا شهید رحمانی می باشد که با نامش تمام کسایی که تلویزیون ایمان را مشاهده کردین، برنامه هایش دیدین، به نام تطهیر پروگرام داشت، به نام گفت شنود، به نام خط مستقیم، به نام های مختلف برنامه ها داشتن. الحمدلله و در جامعه ما در بارش صحبت زیاد میکنیم. فعلا ما میخواییم اول خوش آمد بگویم دو فرزند برومند از این مرحومه که دوست بسیار صمیمی و برادر گرامی ما بود. دخترشان خاطره جان میمان ما هستن و همچنان سمیر جان پسرشان با ما هستن. سلام علیکم و رحمت الله سمیر جان و خاطره جان، خوش آمدین به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله، خیر ببینید، شکر. من باشی سمیر جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیه من رب به والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض الخبيثة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. سامي جان، قول يا غلام تشكر.
تشکر میکنم. بیننده عزیز سمیر جان، پسر سمیر جان گل، شما پسر چندم مرحوم رحمانی هستین؟ یک پسر داشتن یا دیگه پسر هم داشت؟ یگانه پسر بچه‌ش هستم، سیمون. الحمدلله خداوند عمر دراز برات بده، موفقیت های بی پایان. و این برنامه را میفهمی که بر پدرت به حساب میخواییم پیشکش کنیم و باعث یاد بود از خاطرات زندگیشان که سر کل ما شما حق داره و خودت هم الحمدلله میوه باغش هستی که به حساب تو را تربیه کرده و امروز یگانه چیزی که پدرت از ادرازی می باشه که همین قرآن شریف که الحمدلله خواند یا درای دین که برابر می باشی، اینمی یک صدقه جاری است که برای پدرت کلانترین خدمت است و اینمی یگانه چیز است که برش می رسه، دیگه مسائل بر خودت می مانه. ما افتخار میکنم سر خودت کدام گفتنی برای یاد بودی از پدرت یا کدام چیزی پیش، ما می فهمم که در کار میری یا مشکل داری میری، اما پیشی که بوری کدام گفتنی درباره پدرت داری، فکر کن که با پدرت صحبت میکنی چی میگی برش دمی لحظه. We can talk in English if you want, that's okay. الله خاطر جان یک جای گپ زدیم، انشاءالله کل چیزا رو برای شما میگه. یک میخواستم یک معذرت میخوام که در روزه بدان یک ذره سلام صحیح نبود، میبخشین نگه، انشاءالله باش خاطر کرد شما صحبت میکنه انشاءالله. تشکر سمیر جان از آمدنت یک عالم و روز خوش روش کنی که از دعای ما را فراموش نمیکنی و پدرت را دعا کدی با جمله گذشتگان ما. خدا آن امراید باشه، موفق و کامیاب باشی. جزاکم الله خیر. جزاک الله خیر. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خوب خاطره جان، عرض سلام با خودت دارم، چون قرآن شریف اول بود تلاوت قرآن و سمیر جان در مشکل وقت هم دچار بود، اول بهترین کار شد که اونا شروع کردن با تلاوت آیات چندی از قرآن. انال شما خود معرفی کنین که دختر چندم جناب رحمانی مرحوم هستین و همچنان در ورزی که به حساب چی مصروفیت دارین و در خانه مثلا چند طفل دارین، در باره خود یک کم اگه صحبت کنین. این صحبت بسیار خودمانیست، بفرمایید. بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما خودم کاکا جان دختر اول پدرم هستم. پدرم نام عرصه ما را ماند، نام ما خاطره، نام خوردم سجه و سمیر شناختین. دیگه ما در سنیویل زندگی میکنم، در شفاخانه کار میکنم، نرس هستم و الحمدلله سه دختر دارم. دیگه اونمو سه دختر، دخترم نواسای پدرم، the light of his eyes، بسیار دوست داشتنش. پدر اولادایتان چی نام داره؟ تمیم. تمیم جان، بله، انشاءالله. خب، بسیار عالی. ما خواستم که یک معرفت پیدا شد. بیننده های نهایت عزیز گرامی، قبل از اینکه صحبت های خاطر جان رو بشنویم و گفتنی های خود درباره پدرش، درباره چیزهای دیگه که خودشان حتما داره، ما با خودشان میگذارم. خواستیم که برنامه را برا پرتیم، اگرچه کمه که از وقتش دیر تیر شد و ما چندین پلان دیگه داشتیم، متاسفانه بعضی گپا شد. به هر صورت این شوای مبارک ده شب اخیر، دهه اخیر رمضان، این از نهایت خوشبختی جناب رحمانی مرحوم است که ما در اینجا یاد بودش، خاطراتش تجلیل میکنیم و چی بهتر از این که اعضای فامیلش با ما هستند، دختر کلان بزرگشان و همچنان سمیر جان با قرائت زیبای قرآن شریف و تلویزیون ایمان. افتخار داره که شما را با خود داره و ما باعث همکار، برادر، دوست و همسفر، همرزم مرحوم رحمانی ما در اینجا قرار دارم و وظیفه خود میدانم که به حساب خاطراتش زنده نگاه کنم. برزی که پیش ازی که صحبت ها را خودت شروع کنی، جناب رحمانی با وجودی که در مؤسسات و در ارگانیزیشن های بسیار مختلف
همکار بودن و انجمن دانش، انجمن هر انجمنی که میدیدین، مسائل فرهنگی، مسائل یعنی آزادی خواهی در وقتهایی که افغانستان به حساب زیر اشغال روس بود، جناب شهید رحمانی کسی بود که شعرهایشان کلگی را به وجد می آورد و همچنان همیشه اشعارشان، کتابای اشعارشان چاپ شد. یعنی خلاصه من نمیدانم که زندگی شهید رحمانی مرحوم خلاصه به یک برنامه بسیار کوتاه ایره به حساب ختم کنم. یعنی آدم میتونه ساعتا بالای شخصیتش، بالای کارش صحبت کنند. انشالله این برنامه شاید گنجایش و صحبت ها را نداشته باشه. ما خواستم که خاطر جان زحمت بتم با سمیر جان که دخل گفتنی های خود در باره پدر خود از هر جایی که شروع میکنن، انشالله این برنامه خودتان است و این زیادتر خودتان مشنوین، دوستایتان که شما را مشنسن حداقل یه خاطرات پدرتان زنده میکنین. دیگه من زیاد صحبت خود کم میکنم، اما میخواییم که از خودت بشنم خاطره جان. خیر ببینین کاکا جان، اول من میخواییم از دوستا و فامیل هر کسی که کمک کرد. پدرم یک آرزو داشت تقریبا یک سال پیش از وفاتشان که یک مسجد آباد کنه در افغانستان و الحمدلله با کمک دوستا و فامیل اینمی الحمدلله یک چند ماه پیش پروژکت کمپلیت شده بود الحمدلله. دیگه ما اولا میخوایم که تشکری کنم از دوستا و عزیزا، از فامیل، از هر کسی که کمک کردن. خداوند خیر بدن امگیره و این صدقه جاریه شوه برشان. بسیار یک پروژکت که بسیار بر پدرم مهم بود. همیشه میگفت که آدم مسجد آباد کنه اینجا که خداوند در جنت بر خود بر آدم یک خانه آباد کنه و اینمی آرزو را داشت و الحمدلله چند ماه پیش کمپلیت شده بود مسجد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و خدمت همه خواهران و برادران در مؤسسه اجتماعی صدقه دست بدست و هند تو هند صدقه گروپ و همچنان تمیل کنده پلی صدقه جاری ساخت و مسجد استاد خدا بیامرز مرحوم شهید رحمانی، فامیل رحمانی و دوستای جناب استاد که جناب استاد در راستای ساخت مسجد همکاری کرده بود، به خصوص دختر بزرگوار جناب استاد خوار خاطر رحمانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. امروز 27 دسامبر 2023 منطقه میربچه کورت ولایت کابل آمدیم تا خوشبختانه همو ویدیو جمع‌آوری کار مسجد خود همراه شما خوبان شریک بسازم. کار ما الحمدلله به مرحله نهایی رسیده، طوری که شما در ویدیو میبینین رنگ و پلستر و یعنی تمام کارهایی که در داخل مسجد و بیرون مسجد ضرورت بود الحمدلله به اتمام رسیده. فعلا هم قرار دارم در ساحه شرقی مسجد که قسمت را که شما در ویدیو تماشا میکنین، قسمت بیرونی مسجد یا دروازه ورودی مسجد میباشه که الحمدلله تمام کارش به اتمام رسیده و امروز الحمدلله فرش را به خاطر مسجد خریداری کردیم و الحمدلله به مسجد رساندیم. فومی را که شما در ویدیو می بینین و فعلا مردم منطقه کوش داره تا فرش را که خریداری کردیم در داخل مسجد جای به جای کنه و در این قسمت ها کارهایی که صورت گرفت، یک آخرین کاری ما کمانده بود کتاره مسجد بود که الحمدلله و هم به اتمام رسیده. یعنی هیچ نوع کار در این قسمت ها باقی نمانده و فعلا هم می خواهیم در قسمت جنوبی مسجد برام تا از او قسمت هم یک ویدیو را خدمت شما خوبان شریف بسازم. در این قسمت هم که مربوط مسجد میشه کاراش کاملا به اتمام رسیده، مثلا بخاطر حوز و خانه کلکین و کتاره و دروازه ورودی مسجد چیزا الحمدلله به اتمام رسیده و فعلا هم میخوام داخل مسجد برم تا زویلی مسجد یک ویدیو را همراه شما شریک بسازم. ای هم حویلی مسجد که کانکریت ریزی و قسمتاش به پایان رسیده که قسمتایی که باقی مانده در اینجا یعنی به شکل یک کرد یا باغ واره درخت سبز سبز کنه و به شکل یک باغ از استفاده کنه. و این قسمت هم قسمت وضوخانه مسجد می باشه
که بعد یک ویدیو جداگانه از داخل وزخانه مسجد هم امرایتان شریک خواهیم ساخت و ای هم قسمت جنوبی مسجد که رنگ و تمام کارهایی که در قسمت هم ضرورت بود به اتمام رسیده و کدام کار خاصی باقی نمانده در ایسه هم و فعلا هم میخوام داخل مسجد برم تا یک ویدیو جداگانه ای را خدمت شما خوبان از داخل مسجد هم شریک بسازم. این قسمت بیرونی مسجد بود که ویدیوش هم را شما شریک ساختم و فعلا هم میخوام از قسمت داخلی مسجد هم با شما ویدیو شریک بسازم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و خدمت همه خواهران و برادران در مؤسسه اجتماعی صدقه دست به دست و هند تو هند صدقه گروپ و همچنان تمویل کننده پول صدقه جاریه استاد مرحوم شهید رحمانی، فامیل رحمانی، خواهر خاطر رحمانی و همچنان دوستان جناب استاد که جناب استاد را در این راسته یعنی در ساخت مسجد کمک همکاری کرده. امروز 29 دسامبر 2023 به منطقه میربچه کرد و ولایت کابل آمدیم تا مراسم افتتاح مسجد خود را داشته باشیم. طوری که شما در ویدیو میبینید ختم قرآن عظیم شان جریان داره و اهالی منطقه به خاطر خوشنودی روح جناب استاد و به خاطر سرفرازی و کامیابی دنیا و آخرت کسایی که در این راسته کمک همکاری کرده ختم قرآن عظیم شان برگزار کرده و ختم فعلا جریان داره. خداوند جل صدقات و سناتان در دربار خود قبول و منظور بگردانم. خداوند جل جلال و جای استاد جنت الفردوس و به بازمانده های صبر جمیل و اجر عظیم نصیب بسازه. تشکر از همکاری هایتان، تشکر از کمک های همیشگیتان. خداوند جل جلال در دنیا و آخرت سرفراز و سربلند داشته باشه ایتان و جای جناب استاد جنت الفردوس ختم جریان داره که مرحله به مرحله انشاءالله در ویدیو کور خواهد کردم و امرای شما خوبان شریک خواهیم ساخت. و همچنان جا داره تا یک تشکری خاص را از جناب عجیس محمد رازق فلاحی، بی بی عجیس نعیمی و همچنان کسایی که در این راسته کمک کرده و زمینه ای را محیا ساخته تا این مسجد بنا شود. یک تشکری خاص میکنیم و خداوند جل جلاله پناه هم اجر عظیم و نصیب سازه. خداوند جل جلاله از مشکلات دنیوی و اخروی دور داشته باشه. شان تشکر از همکاری های همیشه گیدن. باز هم سلام مجدد. فعلا هم رسیدیم به مرحله ختمانه قرآن عظیم و شان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عبدالشهید رحمانی فرزند عبدالرحمن آخوندزاده، مادر مرحومه شان صابر بیگم می باشد. محترم عبدالشهید رحمانی در سال 1945 میلادی در ولسوالی نهرین ولایت بغلان به دنیا آمد. مرحوم رحمانی دوره ابتدایه و لیسه خود را در ولایت بغلان افغانستان سپری نموده که بعدا به ولایت کابل آمد و در ولایت کابل در وزارت زراعت ایفای وظیفه می نموده. البته شهید رحمانی در دوران اشغال افغانستان توسط روس‌ها در جهاد مقدس علیه روسیه شوروی وقت به جهاد و مبارزه پرداخت و شهید رحمانی بعد از آن از اثر تجاوز روس‌ها به افغانستان و از ظلم و وحشت روس‌ها در دیار هجرت سفر کرد. البته شهید رحمانی در دوران زندگی خیش سه کتاب شعری نوشت که موضوعات اشعار وی اختصاص داده شده بود به اشعار تصوفی و اسلامی.
و همچنان در اشعارش در یکی از کتابهایش داستانهای پیغمبران بودن. مرحوم رحمانی در دیار غلمت در سال 2023 به عمر 78 سالگی در دیار غربت جهان فانی را لبیک گفت، که البته در جریان همین سالی که جریان داره سال 2023 این مسجد ما را اعمار نمودن، در همین جریان این شهید وفات نمودن، که از خداوند جل جلاله بهشت برین را برش استدعا می‌نماید. انا لله و انا الیه راجعون. و این پروژه را ما هم در جریان بودم، رحمانی صاحب خدا و بخششان مغفرتشان کنه، و این بسیار راستی علاقه داشت و میگفت که تشویق میکرد، میگه به این پروژه کمک کنید. ما آرزوی ممیسیم رقم خودت گفتی، ما میخواییم که این تکمیل ببینیم، چه الحمدلله این تکمیل شده، ما آرزویش برآورده شد و و غیره و غیره. الحمدلله که این مسجد ما هم دیدم ویدیو شد، شکر خدا که ای پوره شده و تکمیل شده در قسمت. بیننده نهایت عزیز گرامی، قراره که میبینین ما خاطره جان، با چی تخلص شما ضمیر تخلص میکنین خاطره جان؟ بله یا ضمیر تخلص است. خاطره جان ضمیر، این صحبت ما بسیار خودمانیست و خاطره جان ما گفتم که در اینجا فقط شما صحبت را میکنین که خودتان میخواین صحبت. دیگه حالا درباره خاطرات پدرت، مثلا طبعا خودت به هر سنه که هستی نمیخوایم سن تا پرسان کنم، اما در این بقیه سنه که رسیدی چیزای عمده‌ای که از پدرت به حساب شنیدی یا مختی چی بوده و رابطه دم رای پدرت چی رقم بوده؟ اولا شکر میکشم الحمدلله که رابطه امرای پدرم بسیار خوب بود، بسیار قوی بود، شکر. یک آرامی احساس میکرد وقتی که من دور پیشش میبودم. یک چیزی که بسیار دلم بعد از وفاتشان دلم بسیار میرنجانه، اونمو دعایشان، اونمو نظرشان، بسیار آدم چی احساس میکنه، کمبودی احساس میکنه دیگه. الحمدلله پدرم از خردرکی ما که به یاد ما هسته مسجد می رفت نماز خواندن، ما پالیش می رفتیم استاد می شدیم، جای دور که می رفتیم مثلا خانه مادر کلانمشان می رفتیم در ویکند، باز سورای قرآن شریف برای مادرها کمک می کرد که حفظ کنیم. قرآن شریف الحمدلله بر ما درس دادن، خواندن قرآن شریف. از خردرکی یادم است که پدرم اینمی عادت داشت که صدای حق بالا میکرد، هیچ نمیترسید و ما را تشویق میکرد که شما همیشه جایی که باید صدایتان بالا کنین باید بکنین، یک مسئولیت است دیگه. اخینا اتر آدم نبود که به چیزای از این دنیا بسته باشه، پشت کالا، پشت موتر، پشت پیسه هیچ پروا نداشت و می گفت بر مام که این چیزا خوشی نمیاره، این چیزا مهم نیست، پشت آخرتتان آمادگی بگیرین دیگه. بسیار جالب است وقتی نامزاتی ما و شوهرم یک شعر بر ما نویسید پدرم خدا ببخشش، و این شعرشان شاید آدم فکر کنه که یک شعر درباره دوستی، لاو، محبت، یک چیز از خاطر ما نامزاد شدیم. بله بله. شعرش من آل نمیخوانم مگم. چرا نمیخوانم؟ عنوان شعرش صراط المستقیم. میتونم یک چند لاینش را بخوانم براتان؟ این نمیال صحبت آمده امیره بخوانین؟ اوکی. شما ایره فریم کدم.
اوکی بسم الله الرحمن الرحیم. گر به طهارت خواستی همسر برای زندگی، زین تمنا روح و تن سیقل شد در بندگی. زندگی با زهد و تقوا می دهد انسان را، شادی و عشرت فراوان گیرد آن مکان را. در مکان چون خدا قاضی شد شافع رسول، چی ما کردیم اینجا کی شد آنجا قبول، که شد آنجا قبول. زندگی به بندگی آن انجام آن افسردگی را ختم آن شرمندگی است. دیگه ای ماشاءالله بسیار دراز است. دینی وقت انوزم پدرم میخوای امفسایز کنه که با دین، با اسلام اتر فراموش نکنه آدم. Even when you're in cloud nine, remember, stay on the ground. Remember that we're all leaving, and there's life isn't guaranteed. Alhamdulillah. میشد که پیش از وفات شما مقبارتان اکدین بازیت کنین که انشاءالله در فرصت بازمی شعر به ما روان کنین، ایره باز به صورت خوبتر به کل نشان میدیم و ایره از طرف شما باز ما میخوانم ایره که شعر شک سار. یعنی برای دیگر ها یک ببینین یک پدر که دید داشته بشه، یک پدر که آینده اولاد خود چی رقم میبینه. بعد کسا میخواید که با خانه و موتر و با مسائل زینت زندگی اولاد خود، اما او یک کار کرده، ببینین این خاطره چه خس پیشتان نمیره و این نصیحت هاییست که اگر شما به قرآن الحمدلله توجه کرده باشین، سوره لقمان، در سوره لقمان، لقمان بر پدر بر اولاد خود به حساب چی رقم نصیحت کرده که نصیحت از او کلانترین، یعنی یک چیز بسیار مهم در زندگی. و پدر شما در حقیقت ببینید که زندگی نوتان آغاز کردین در فکر از این راه مستقیم بوده که شما در راه مستقیم باشین. و الحمدلله تا جایی که ما شناخت از شما دارم، از تمیم جان گل شوهر شما دارم، از سفرش، از اخلاقش، از شخصیتش، واقعا در انتخاب خود اشتباه نکردین شما. اونام دیگه جای افتخار است که آدم در زندگی اما طور یک همسر داشته باشه که چی میگن در راه مستقیم شما را کمک کنه و شما اونا را کمک کنه. دیگه قسمت این افتخار پدرتان است، ما افتخار خود میدانم که یک برادر عزیزم، یک دوست ما، یک همکار ما اولاداش الحمدلله به اینجا رسیده. بسیار عالی. اینال پیش میریم، ما برکان قرار گفتم می صحبت دو جانبه است، خاطر است که هم ما چیز بگویم هم شما که کسایی که میشنون بفهمن که ما هم گفتن یادارم و این حق سر ما هم داره باعث یک برادر بزرگ، باعث یک پدر معنوی. یعنی ما بسیار از رحمانی صاحب یاد گرفت و در مدت که شناختیمش آدم تر بود، یک تلفن می آمد. باز یک چیزش بسیار جالب بود که ما یکان دفعه تلفن خود دیر جواب می دادم. باز یکان دفعه که دفعتن تلفن رحمانی صاحب میدم، باز میگه به به این است چی شد محمدی صاحب. مرا محمدی صاحب بسیار ناز میداد، احترام میکرد، چطور شد تلفن ما؟ بابا ما رو میخواست که یعنی یک ظرافت داشته کلام خود، اما میشه محبت میکرد میبود. دیگه از رحمانی صاحب هرچی که باعث دوستان ما بگیم قصه زیاد است، ما چون پروگرام برای شما زیادتر توجه باید شوه و میخوایم بر خود چانس بدم. خاطره جان گفتانی های دیگه که داری آزاد دوباره مسجد مازه شه. خاطره جان بفرمایین پیش بره، نه چیز دیگه که یادداشت کردین سری صحبت میکنین، برنامه از شماست. یک چیز که اینمی بعد از وفاتشان بازم اتر like truly I understood this was پدرم خدا بیامرزش در دینامیک کمیونیتی ما، در فامیل ما، همیشه در وقتای مهم زندگی مردم بوده. مثلا یک اولاد به دنیا بیاید، پدر میرفت آذان میخواند در گوششان، نکاح بسته کردن، شعر نوشته کردن برای کسی که میخواست سر قبر یک دوستش،
دفاتیه دعا خواندن تبلیغ بسیار دوست داشت. پدرم بسیار زیاد تبلیغ دوست داشت، مسجد رفتن دوست داشت. دل آدم خوش می شد یا خفه می شد تبلیغ می کرد. پشت از این نمی گشت که مردم خوش می شن یا نه، دعوت می کرد مردم به اسلام، به دین، به نماز خواندن، به مسجد. He felt a personal responsibility. الحمدلله. اما شخصیت شمی رقم بود و در زن آدم بسیار پشتکار داشت. میگن دفعه میدیم که میم کجا میدیم، میگفت میرم طرف های مکسیکو برزی که یکان این میخواست کار کنه، در حالی که میتونست مثل بسیاری کسا کار نکنم. اما قبرتان میگم اما دمو شرایط هم میخواست مصروف باشه کار کنه. الحمدلله. و یک چیز دیگه که درباره پدرت حتما خودت بیاب مرا تایید میکنی، یک حافظه عجیب غریب خداوند برش داده بود. یعنی کتاب انت میخوند، شعر میخوند، کل چیز زیاد میخوند. اما ایوات فازارش میدیم رحمانی سب که دی حافظه ما اصادت داریم، ای چی داری دی مغزت که کلی چیز گرفته. الحمدلله. پیش میریم، خودت گفتی که یک شعر شب حساب میخوای بر ما بخونی، خارج از این شعر خط مستقیم کدام شعر دیگه ما آماده کردی که بخونی از پدرت یا نه؟ بله، میتونم اینمی یک شعر نوشته کرده بودن برای مسجد، برای مسجد. نال من میخواستم یک شعر که ددیکیت میکنم به پدرم، این شعر مولانا است و او را میخواهیم برای شما بخوانم. بسیار عالی، بفرمایید. به عاقبت بپریدی و در نهان رفتی، عجب عجب به کدام این را از جهان رفتی. بسا زدی پر و بال و قفس درا شکستی، هوا گرفتی و سوی جهان جان رفتی. تو باز خاص بودی در وساق پیرزنی، چو تبل باز شنیدی بلام کان رفتی. بودی تو بلبل مستی میان جغدان، رست بوی گلستان به گلستان رفتی. بسا خمار کشیدی از این خمیر ترش، و عاقبت به خرابات جاویدان رفتی. پی نشانه دولت چو تیر راست شدی، بدان نشانه پریدی و زین کمان رفتی. نشانهای کجد داد این جهان چو غول، نشان گذاشتی و سوی به نشان رفتی. تو تاج را چی کنی چون که آفتاب شدی، کمر چرا تلبی چون که از میان رفتی. دو چشم کشته شنیدم که سوی جان نگرد، چرا به جان نگری چون به جان جان رفتی. دلا چی نادره مرغ که در شکار شکور، تو با دو پر چو سپر جانب سنان رفتی. گل از خزان بگریزد، عجب چی شخ گلی، که پیش از باد خزانی خزان خزان رفتی. ز آسمان تو چو باران و بام عالم خاک، به هر طرف بدویدی به ناویدان رفتی. خاموش باش مکش رنج گفتگوی مخص، که در پناه چنان یار مهربان رفتی. دیگه این شعر مولاناست. I find comfort in this poem because I think کنار یار مهربان رفته. بله exactly. Yeah. بسیار عالی. ما فکر میکنم این شعر که انتخاب کردین بسیار با جای بود و احساستان آدم درک کردم میتونه که چی رقم. واقعا ما خوشحال هستم که جناب رحمانی فرزند رقم شما. هر کدامتان در ذات خود کیفیت های خاص خود دارین، شخصیتتان قابل تمجید است. اما خودت ماشاءالله جرأت کردی این شعر را برش خواندی و اینجا حاضر شدی، با وجودی که من فکر میکردم که انگلیسی و فارسی، اما ماشاءالله فارسی خودت بسیار خوب است. یعنی این که خودت گفتی یکان چیز، ما به این سن سال که اینجا آمده منوزم یکان ذره کلمات انگلیسی در صحبت ما میایه، این کنترول آدم نمیده. اما شما ماشاءالله بسیار خوب هم شعر درست خواندین، با توانایی خودتان. طبعا خود شعر خواندن یک هنر است، اما با امکانات خود توانایی بسیار مهم. و
حتما رحمانی صاحب رویشان در عالم که هستند حتما خوشحال میشه که آگاه شون که ما دخترش از احمد دادیم و یاد از زندگیش میکنیم، یاد از فرزنداش میکنیم. مادر شما بسیار یک زن مهربان و یک زن بسیار محترم هستند، واقعا همیشه خبر ما را گرفتن. همسایه خوب بودیم ما شما وقتی که شما خورد بودین و الحمدلله خاطرات بسیار خوب مانده. از این خاطر ما شب روز فکر میکردم چی رقم موفق شم که یک برنامه ما شما داشته باشه. و این مهم نیست که چی دهی گفته میشه، هر چیزی که میگم درباره رحمان نیست. انال شما پیش برین، کدام خاطره دیگه که شما دارین ازش، چون از گپ میخیزنه اینا درباره پدرت. یعنی پدرت خودش یک مکتب بود، ما براتون بگم کتابخانه، یک پسر ما میبینن خودشان یک کتابخانه بودن. اگر سر او بود شخصیتش صحبت کنیم او بیخی، یعنی برنامه ها کار است. اما میخوایم فقط کوتا یک گذر کنیم، یک یادش کنیم. ان شاء الله تعالی که خداوند در هر حالتی که از خداوند برش بهترین جای جنت و حساب ریزار کرده باشه. اما تو مرا میگفت همیشه، من میگفتم که رحمانی صاحب چرا شهید انتخاب خدا انتخاب نامت موندی؟ میگه آرزوی ما شهادت است. باز من شهادت مدف هیست که مثلا بوری شهید شهی، یعنی در جهاد یا میگم نه، شهید دیگه معنا داره. میگه شهید در عشق خداوند باشم و ما شاهد باشم. خداوند هیچ وقت از فکر و اوش من نره، ما از دنیا برم شاهد، باعث شاهد شهید میشم. بسیار گفت مهم است. شهید مقصدی که بردم میگه شهید حتما کشتن است و زدن است، نه. شهادت که رحمانی میخواست شهادت بود که به یاد خدا به لقای به حساب رفیق اعلی پیوند پیدا کرد و رحمانی صاحب همی پیدا کردی مریضی ها، تکلیف هایی که دید. اما بعد از ماشاءالله هنوز مسجد خدا میرفتن، تا آخرین لحظه کوشش میکردن که بعدا طاعت خدا کنن تا جایی که من خبر دارم. شما شاهد بودین بله؟ بله یا ما الحمدلله اینمی چندین ماه آخر زندگی پدرم زیاد درد داشت، شفاخانه میرفت میامد، خصوصا اینمی دو ماه آخرش بسیار زیاد درد داشت و الحمدلله دیگه it's naturally اولاد آدم برای پدر مادر دعا میکنه، سختی ها رو میبینن دعا میکنیم و ما شکر میکشم که در نمو وقتای آخرش ما شهید بودم از این که پدرم ذکر میکرد constantly در ذکر بود، الله میگفت، الله الله الله. باز in between گفتن الله میگفت توبه خدایا الله. باز اگه من پرسانش میکردم میدیدم که درد داشت، میگفتم پدر چطور هستین؟ میگفت شکر، مثل که هیچ گپ نبود. من دعا میکردم بسیار زیاد در اون وقتای آخر که خداوند حسن الخاتمه بده بر پدرم، بهترین آخرت or end of life بده بر پدرم. باز بعد از وفاتشان ما was I reflected back on what I saw, what I witnessed. Alhamdulillah, he did. He was constantly zikr mekadan wa shukr در زبانشان بود. ای بس آسان نیست که آدم در درد باشه و you know ناراحت باشن باز شکر در زبانش باشه و دیگه یوم بسیار زیاد آرامش به دل ما آورده بود الحمدلله. یک نکته خوب اشاره کردی خاطر جان، راستی حسن خاتمه یعنی آخر کار مهم است. این در این جهان آدم هر چقدر که تلاش کنه و هر چقدر خدا عابد بگیره و اطاعت کنه و هر چیز رو بگه، اما مهم نیست که آخر چی رقم از دنیا میره. و خودت شاهد بودی و پدرت دیدی که دالات آخر حیاتش چی رقم از دنیا رفت و این بسیار جای خوشیست. و کسی که واقعا ایمان داره ایره به فال نیک میگیره و راحت میشه که پدر ما در جای درست است. امور رقم که خودت هم میگفت که دنیا گذریست، این دنیا شما دل بسته نکنین، قرار که خودت گفتی بیخی درست گفتن. و خود از او یک آدم بود که گفتی یکان زاهد بود. زاهد است که از دنیا پریز میکنی
پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه در دنیا زندگی نماین اما برای دنیا زندگی نکنید. And live in this world but don't live for the world. So you will cast as دنیای ما شما دنیای گذری است مثل یک پل وارث و رحمانی عزیز خداوند روش شاد داشته باشه این ده کرده بود. از ما خود با شما پیش از اینکه مثلا توفه دیگه بیاره و کارهای دیگه کنه یک تکت برتان بگیره که اینجا برین یا اونجا برای شما شیر داده رای مستقیم برای شما گذاشته. الحمدلله خوشحال هستم که شما این رای مستقیم تعقیب کردین. انشاءالله بخیر به دعای شما. دعای اونا هم در پشت شما هست رضایت داشتن. ایره برتان ما بگویم شاید خودت هم تجربه کرده باشی نشستی. کل ما از دنیا رفتنی هستیم. خودت شاید هر روز ببینی که یک کس میره. خوشا به حال کسی که آخرش میره خم باشه و خوشا به حال کسی که اولادش بعد از اینکه خودش نمی باشه یادش کنه و صدقه جاریه بره شوه و خدمت کنه برای مردم از خاطر که خدمت مردم خدمت خداست. ای گپای خود رحمانی صاحب دی بار یک صحبت کنین که سی رقم بود و همچنان ما میخواییم بدانم برای کسایی که رای پیغمبر صلی الله علیه و آله یا رای دین میگیرن روابطشان کرده والده صاحب شما چی رقم بودین؟ شاید بودین که باعث یک شوهر باعث یک پدر رابطهشان چی رقم بود در مجموع. جالب است که آدم بدانه که از یاد بگیره زندگی از این شخصیت ها. پدرم از خردرکی دیگه آدم اجتماعی بود. خدا ببخششان خوش داشت در اجتماع و ما در نمو آمخته شدیم و دیگر یک بسیار خوب کالبی داشت که مزاق میکردم رای مردم. اگر نفرش شفخانه در بازار هر جای که بود در he would break the ice by making a joke being sarcastic. And some of those things, you know, it translates or it got passed on to us, alhamdulillah, as his children. یک عنوان کتابش افسوس بود دیگه بعد از اینکه من کم کم علاقه داشتم به شعر از خاطر how do you not get inspired when your dad is you know reciting poetry and from 50 60 years ago that he memorized or he wrote. مگم افسوس میکشم که پیشتر من نتونستم اینمی علاقه you know take advantage of that time with him where I can learn more from him and learn about his poetry. But alhamdulillah I have his books kitabash asam raim inshallah ma mitonam yad bigiram anozam waqt ast tasdaram ke farsi ra bokhanam sahi mukammal shav farsim besyar shikesta ast hal magam ya alhamdulillah inami chiza bar ma monda and یک میراث فرهنگیش در پالیزی که پدر خوب بوده و راستی رحمانی صاحب یکی از کوالیتی های شخصیتشان این بود که با حساب همه در جای ظرافت ما میگی میره ظرافت داشت سنس آف هیومر نه که داشت که در مجلس کوش میکرد که همون فضای تشریفاتی یا فارمال که در انگلیسی میگیم اون رو بشکنانه با این رقمی کل رو ریلکس میساخت یه قسم آدم آزاد میشد که یعنی آدم نیست که از این آدم چی کنه خدا دور بساده چی میگفت رفیق هستیم کل ما الحمدلله بسیار یعنی سر زندگی از این شخصیت ما میتونیم ساعتا صحبت کنیم و ایره خواستیم که یک برنامه باشه که حداقل دل خود ما صبر شوه که ما برمی شخصیت گرامی دوست که ما به حساب پیش ما بسیار پرازش بود و متاسفانه رقم که لازم بود برش رسیده نتانستیم اما همیشه بخشش داشت میفهمید مشکلاته و درک داشت اما از دوست خود گله میکرد کسی را که دوست داشت گله میکرد با داخل میگه ما اگه از تو گله نکنم خیلی دوستی ما چی مانو میکرد و احساس تا به تفاوت میشی دوست فراموش میگه ما تو را یاد میدم که ما را یاد کنی باز میگفت آیا در قرآن نگفته خداوند فذکرونی اذکر کم خداوند میگه ما را یاد کنی که ما شما را یاد کنم اینه من روزم برد زنگ میزن ببینین این شکل دعوتی که داشت پدرت این شباهت
با شکل دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ وقت کسی را ملامت نمیکرد، همیشه میگفت نه یک مزد بر جور میکرد، میگفت نه این کار تو نکردی، فکر میکنی یا از فکر رفته یا اشتباه کردی. مقصد در پالی از که تو را درس میداد مستقیم هیچ وقت نمیگفت این کار اشتباه کردی، اما میگفت شاید از پشت باشده باشه. یعنی این کلش نشان میده که قرآن شریف خواندنش و به دین برای دین رفتن یار کلش برداشته بود و ماشاءالله بر بود، صحبت هیچ بند نمیمان، بدون تیاری سر مقبره یا که میامدن به حساب، یعنی بسیار زیاد ما استفاده میکردیم. پس آنها زهیر شده بودن، باز کم آره سرشان فشار میمد، باز ما میگفتیم که شما این کار نکنید. بر صورت خاطر جان کدام شعر دیگه داری گفتنی دیگه درباره پدر داری، درباره مسائل خانوادگی داری چیزی که برد مهم است، برزی که برنامه ما شما را دوستان میبینن و ما کاشتم که خودت همراه باشم که به خاطر به خود چانس پیدا شد که فکر کنی که یعنی بعضی چیزایی که هست مدار ما مقدار سر ما، از این خاطر خودت اگر کدام چیزی گفتنی دیگه است داری انشاءالله که میرسیم به طرف آخر کم کم چند لحظه دیگه میباشیم با هم. امیدوارم دکتر صاحب ارشاد ارشادم با ما پیوند حاصل کنن که بتانیم صحبت کنیم. بفرمایید. فقط شما که یاد کردین یگان وقتی که همیشه به یادم است که پدرم جوانا را تشویق میکرد، مثلا یک دوستای ما که یک فامیل است سندیاگو همسن ما سوایلا جان، وقتی که مچم 16 ساله بود یا 17 ساله حجاب شروع کرد، بابیم مچم که 20 دلار بود یا 100 دلار کشید برش داد، تشویق میکرد جوانا را که درای اسلام باشن. دیگر در مسجد قرائت خواندن میگفت که چرا جوانا را چانس نمیدن، چرا جوانا را اپورتونیتی نمیدن که قرائت کنن یا دعا کنن. He was very forward thinking in that way. He wanted the youth to get ahead and to feel encouraged. Whereas maybe not everybody felt like that. Alhamdulillah. So, point خوب اشاره کردی. راستی هم سایلا جان و ما یک برنامه پارسال پال مولود شریف داشتیم و چقدر مقبول صحبت کرد. یعنی واقعا ما میبینم که تربیه یعنی هم تشویقشان بوده. امروز الحمدلله بسیار یک یعنی سخنگوی خوب بودن، امروز بسیار صحبت مقبول کردن و یعنی واقعا میبینم نتیجه کارش. خودم چقدر جوانای دیگه است که ما یکی مسجدی که میرفت، مسجد زکریا یاد مسجد چی میرفتن آرلینگتون، اونجا بیشتر جوانا رو تشویق میکردن. ما میشنیم که رولا و شیخ تمیم یاره همیشه گپش جمع میبودن. یکی از کریزما که داشت، یکی از خصوصیاتی که داشت جذب میکرد آدم ها. صحبت بسیار عالی داشت، آدم نمیخواست که از پیش دور شده، بفهمید درک میکرد که باعث یک جوان چی باید بگویه، باعث یک کسی که سنش بزرگتر است. یعنی نکته فام بود و یک شعر و شاعری فکر نکنین که یک چیز تصادفی باشه. کسی که یک شعر به حساب الهام میگیره، کتابا رو نوشته میکنه در شرایط، یک توفیق خداوندی رو داره، هم کلامش هم گفتارش و همیشه گفتار سر کردارم تاثیر میکنم، در کردارش هم دیدیم دیگه. ما شما در قسمت از گفتین شما نرس هستین فعلا، بله آره نرس، یعنی رجستر نرس هستین یا یعنی در کدام فیلد نرسینگ شما کار میکنین، در کدام شفاخانه کار میکنین؟ چند سوال داشتم در اون روز. شما ما رجسترد نرس هستم در شفاخانه ردوود سیتی کایزر کار میکنم فعلا، در آی سی یو دیگه. یعنی کارم است گفته شما it's very humbling. You see sick people every day, you see people dying. دیگه الحمدلله شکر میکشم از کارم. شما سرکارتان با مریضاس و بار تداوی میکنین، یعنی راستی خودش یک در ذات خود یک خدمت بسیار بس بزرگ است که شما انجام میدین. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما، خدمت خواهر عزیز ما و همچنین خدمت تمام بیننده‌های خوب تلویزیون اسلامی ایمان و همچنین کسایی که از طریق فیسبوک یا یوتیوب این برنامه رو تماشا میکنن.
تشکر از شما، خوشحال هستیم که شما رو با خود داریم. خاطره جان، دختر به حساب بزرگ جناب مرحوم شهید رحمانی با ما هستن و الحمدلله صحبت های داشتیم. خاطره جان، شما با دکتر صاحب آشنایی دارین و ما کتایی بودیم که حتما درباره ما صحبت زیاد میشه، چون ما یک تیم بودیم ماشاءالله. دیگه حالا ما میخواییم قبل از اینکه صحبت های خود تاخیر بشنیم، دکتر صاحب میخواییم که همو درباره شخصیت رحمانی صاحب، درباره شناختی که ازش داشتن به صورت خلاص و کوتاه چی گفتن یا چی خاطرات دارین در قسمت از اینکه در تلویزیون ایمان و در پروژه دیگه همراهش هم کار بودین، چی خاطرات دارین؟ ما میخواییم سر یک چند لحظه بینده های ما چیز داشته باشن از شما. شما بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى قال الله الحكيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العظيم. نسبت به شخصیت جناب مرحوم رحمانی صاحب یای مبارکه بسیار صدق میکنه که خداوند کریم میفرمایه که از مردان کسانی هستند که با پروردگار خیش آنچه که عهد کرده بودند او را ادا کردند و از دنیا رفتند و یک تعداد هم کسایی هستند که در حال رفتن هستند. یعنی معنایی است که جناب مرحوم مولانا صاحب شهید رحمانی از بزرگا و از شخصیت های برازنده جامعه مسلمان ما بودند. بزرگترین افتخار ما است که الحمدلله در طول 30 سالی که ما در امریکا بودیم همیشه با اونا از نزدیک شناخت داشتیم، رفت آمد خانوادگی داشتیم و گاهی خدمتشان حتی به خانه بار بار رفتیم و در پروگرام های تلویزیون ایمان به شکل منظم الحمدلله سهم داشتن و در واقع در رشد تلویزیون و در کمک و پشتوانه مالی یک از جمله شخصیت هایی بودن که یعنی آنچه که در راه خدا بود هیچ وقت اونها فروگذار نمی کنن، همیشه از جمله کسایی بودن که باید در این برنامه های خیر، در برنامه های و فعالیت های اسلامی سهم داشتن. در بنای مساجد مرحوم رحمانی صاحب در هر جایی که ما مسجد بنا می کردیم یا برنامه برای بنای مسجد بودین ها هم با ما بودن و همراه بودن. در کنفرانس های اسلامی که خودشون شاهد هستن که حتی با ما سفرهایی به ویرجینیا و نیویورک و شهرهای مختلفی داشتن و واقعا در همین قسم که شما یاد کردین در بخش یتیم ها و بیوزن های افغانستان، در بخش کمک به مردم بیچاره افغانستان، هر جا که صدای کمک و کمک کردن به مردم افغانستان بود، نه تنها شخص خودشان و فامیلشان الحمدلله همیشه همکاری های مادی داشتن و در پلی از جمله دعوت کننده ها و از جمله سخنران های محافل ما بودن و مردم تشویق میکردن. یعنی در این چند لحظه که ما صحبت میکنیم واقعا بسیار مشکل است که همه خصوصیات و سجایا و افتخارات جناب مولانا صاحب شهید را که واقعا شهید شدن به خاطر اینکه شخصی که همیشه آرزوی شهادت داشت و خداوند در یعنی در آخر مرحله عمر چندین بار اینها واقعا به زحمت شدن، مریض شدن، افتیدن، یعنی حالت یک شهید داشتن واقعا و خداوند انشاءالله که مقام شهادت نصیبشان کنه و خداوند انشاءالله در این ماه مبارک رمضان، در این شبهای قدر و در این دعای قدر انشاءالله روزنه از روزه های بهشت را در قبرشان یعنی نور باران بسازن و خداوند انشاءالله و فامیلشان صبر بده. ما خاطرات بسیار خوشی داشتیم جناب عزیز صاحب، ما و شما اینا با جناب مولانا صاحب یعنی بارها به خانه ما که تشریف آوردن و دروازه خانه ما همیشه برایشان باز بوده و ما می دیدم با ای که ضعیف بودن گاهی درایف کردن برای اونها سخت بود، اما چون شوق و اشتیاق دعوت اسلامی داشتن، شوق داشتن که صدایشان و دعوتشان برای مردم برسه، همیشه وقت میگذاشتن و به هر برنامه خیری که در همه مساجد برگزار میشد وقتی که از مولانا صاحب دعوت میشد تشریف می آوردن هم صحبت میکردن و هم سهم گرفتن و یعنی به صورت عام یعنی ما یعنی واقعا یعنی متاسفیم که یک شخصیت بزرگ مثل مولانا صاحب فعلا در میان ما نیستن، اما از این اطمینان داریم که اونا چیزی که لازم بود در راه خدا و در راه دعوت دین خدا و در راه خدمت به مردم در طول عمر خود انجام دادن و انشالله ما هم در قدمشان و در راهشان قدم بگذاریم و همیشه به دعای ما و نمازهای ما و در لحظاتی که دست دعا بلند میکنین در تمام محافل ما نام از اونا یاد میشه و دعا میشه و حقشان خداوند انشالله
بالاترین درجات بهشته نصیب مولانا صاحب مرحوم داشته باشند. آمین یا رب العالمین. تشکر دکتر صاحب. واقعا ما پیشتر برای خاطر جان عرض کردم که اگر ما سر زندگی جهات مختلف زندگی رحمانی صاحب صحبت کنیم، این یک پروگرام مفصل لازم است که آدم به ساعتها سرش صحبت کنم. اما هدف ما از این پروگرامی بود که تلویزیون ایمان نه تنها از نظر شخصی قرابتی که قدم رحمانی صاحب داشت، مثل که رحمانی صاحب دوست کلگی بود، رفیق کلگی بود، هر کس فکر میکرد به من نزدیکتر است. این هم یکی از خصوصیاتش بود و واقعا ما احساس میکنیم که بسیار برش نزدیک هستیم و همونطور نشان میداد که ما دکتر صاحب ما روزای بسیار مشکل تلویزیون که تاوال الحمدلله چراغش روشن است، ما دروازه به دروازه که ما میرفت و تق تق میزد دروازه دوستای خودم، میگه برادر شما چطور میدانین که به حساب تلویزیون اسلامی که دعوت اسلامی میکنه و شعار و تعلیم و ترویج دین میکنه، شما اینجا ششته بزنس میکنین بگیرین؟ همه هر چی که از استان است، یعنی روزایش دکتر صاحب شاهد است که ما مکدشان گشتیم و محافل را ترتیب می دادن، دوستای خود دعوت می کردن از خاطر بقای تلویزیونی کار می کردن و حتی در آخر یک دوره گشتی را به حساب جور کرده بودن که دوستا را جمع می کردن در رستوران یا در جایی که بود به یک وسیله می گفت تبلیغ کنین، می گفت دین و اسراب چراغش ما شما نمانیم که خاموش شود. ده خاطر جان ما افتخار میکنم که خودت دخترت یک شخصیت هستی. واقعا صحبت هایی که ما شنیدم واقعا نمو چراغش روشن نگاه کردین. انشالله عمر دراز شما داشته باشین. خاطر جان صحبت های با تو اندازه کردیم و خودت بیشتر اماله، اگر کدام شعر گفتی که ما کدام شعر دارم انتخاب کردیم، یک شعرک مولانا را خودت بسیار مقبول رو دکلمه کردی با متوانایی که داشتی، گفتیر ما و پدر خود به حساب عیس تحفه تقدیم کرد، بسیار عالی بود. حتما بینده های ما رو شنیدن و شد دگران میشنون. اگر کدام شعر دیگه دیگه قسمت دارین که دکتر سبم شامل شون بشنون که الحمدلله زحماتشان به جای نرفته هدر نرفت. خیلی ببینین تشکر. فقط اینمی شعر که برای مسجد پدرم نوشته کده بود میخوایم براتان بخونم. و پدرم آرزو داشت راستی که دونمو نرین در جای که خودشان کلان شدن دونمونجا مسجد آباد کنه، متاسفانه نشد. در ولایت میر بچکوت کابل دونونجا مسجد آباد شد. اینمی هند تو هند صدقه گروپ، صدقه دست به دست که از آقای ولایی صاحب است، اینمی بسیار زیاد کمکت خیر ببینن. It was a lot of messages back and forth but alhamdulillah شکر که تکمیل شد پروژه. دیگه اینمی شعر پدرم عنوانش جای توبه. جای توبه هست مسجد، بیا که اعمارش کنیم. هرچی داریم از توان خیش نثارش کنیم. روزگار بود ما را خواب غفلت برده بود، بعد بیداری سر و تن وقف کردارش کنیم. گر نباشد مسجد و منبر صدای حق کجاست؟ هستی ما از حدیث آن محمد مصطفی است. عمر بی توبه و همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از خود بودن است. گر نباشد توبه از جرم و تقصیر و گناه، عاقبت ماخوذ شد و کرده های ناروا. وای از آن فرصت که از ما غافلان رفته هدر. جانب خاک رفتن ماست هین دفن ولودا. وای از آن دستان خالی را ز فقدان عمل. منکر و نکیر چی خواهد یافت ز انجام دغل؟ وای از آن ساعت که یاسین خون نشیند بر سرت. گوش نبود تو را تا کی سما آن کند. وای از آن ساعت رسد پیغام جان کندن برد. هیچ کس دلسوز نباشد از برت گریان کند. در گزندت رسد تحمل کن که به عفو از گناه پاک شوی. ای رحمانی که عاقبتت خاک است، پاک شو پیش از آن که خاک شوی. الله خدا روش شد. واقعا احساس نیکی داشتن و خودش
هم شاهد بود هم اهل قلم بود. کتاب و آثارشان ما بسیار توضیح کردیم و در کنفرانس های مختلف با خود بردیم در شهرهای مختلف، و یک آدم بود که یعنی اگر خودش چیزی می توانست از لازم مدی می کرد و نمی توانست دیگران را تشویق می کرد، یعنی در واقع فاعل به خیر بود، یعنی همیشه مشوق دیگران بود. برای بسیار کسا دوستش هم داشتن و هم ما واقعا دوست داشتیم، یک زایی بزرگ بود. خب راهی است که تعیین شده، هم خاطر جان و هم فامیل محترمشان باید درک کنن که انسان تا یک مرحله زنده می باشه، یعنی تا ابد هیچ کس حتی پیامبران هم زنده نبودند. بنان این را برای هم هست، یعنی زمانی میرسه که ما هم از این دنیا میریم و رفتنشان افسوس نیست، اما الحمدلله که یک به صلاح یادگار بسیار خوبی از اینا مانده، اولادای صالح مانده و الحمدلله که دوستای خوبی از اینا مانده که ما همه همیشه یادشان را تازه میکنیم و یادشان را داریم در خاطرهای خود و دعاگوی زیاد دارن انشالله از هم ما کرده. جناب مولانا صاحب مرحوم بیشتر از همه دعاگوی دارن و جایشان واقعا خالی است، همیشه یاد میکنیم. اما خب چون ما تقدیر حق دستیم، تقدیر حکم پروردگار هستیم، میگیم هرچی که از جانب خداوند است انا لله و انا الیه راجعون. خاطر جان واقعا خودتان با وجود که در اینجا تولد شدی اما کوشش کردی که فارسی را ماقدر بیاموزی که شعر خواندی، ما بر خود تبریک میگم و انشالله یک چراغ روشن خانه پدرت خواد بودی انشالله. و ما تلویزیون ایمان را پیشتر دکتر صاحبم گفتم، تلویزیون ایمان تلویزیون شخصی کسی نیست، با کل تقدریچه ایمان است و مخصوصا پدرت. و در اینجا کده جانفشانی هایی کده ما دکتر صاحب تا که زنده است این فراموش نمی کنیم. از او خودم خود تا گفتم ما کدام برنامه چیزی در فکر داری یا به یک شکل این در ای تلویزیون در اختیارت است، از خاطر که هم آرزوی پدرت برآورده شوه و میتونیم که با همکاری ما و دکتر صاحب یعنی اگر پروگرام نیم ساعت تک چیزی را به کار پرتیم انشاءالله سر ازی باست در فرصت صحبت میکنیم. و ما یک چیزی که بسیار از خودت شنیدم واقعا احساس آرامش کردم که خودت گفتی با رفتن پدرم ما متاثر نیستم، برای که با رفیق اعلی جایی که میخواست پیونده و یکم پیوسته و یکم گفتن در دقایق اخیر که دنیا را ترک میکرد اما حسن خاتمه را داشتن. در می باره اگر یک اشاره کنین دکتر صاحب بشنوی سال بر ما جالب بودم این نقطه. در شروع پروگرام برای کاکا جانم قصه کردم که به حیث یک اولاد بسیار زیاد آدم با تشویش میکنه که پدرم انشالله میبینیم که در درد است و نارام است و دعا میکنیم برش که انشالله کلش به خیر تیر شوه و عافیت داشته باشه. در نمو وقتای آخر زندگی پدرم بسیار زیاد درد داشت، بسیار نارام بود و همیشه در نمو وقتا ما که شاهد بودم که پدرم الله 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 می گفت و در بین الله گفتنش می گفت توبه خدایا، اوشه به پشتو می گفت توبه خدا. باز هر وقتی که من پرسانش میکردم پدر چطور هستین؟ میگفت شکر. من میدیدم پیش روی میبینم که به درد است، بسیار زیاد درد داره، بسیار زیاد نارام است، مگم شکر میگفت. و من دعا میکردم بسیار زیاد که خداوند حسن الخاتمه بده برای پدرم. بعد از این که وفات شدن من در دلم گشت، بازو وقت فهمیدم که راستی انشالله حسن الخاتمه داشتن پدرم، از خاطر به ذکر خداوند بودن، در دردشان با صبر بودن، اینمی in his illness, in his difficult time he was patient and he was just remembering Allah. So الحمدلله بسیار دلم آرام بوده از اون نگاه.
راستی هم در حتی در امی وقتایی که مریض بیدن چند بار رفته بیدن حاجی سید محمدی، چون خانه جناب مولانا صاحب اینا نزدیک مسجد ابراهیم فیلالله بیدن، اینا تقریبا هر هفته، یعنی تا ما تو باور ما نمیشه که وفات کردن، چرا هفته قبل ما اینا را همراه ارجمندیشان به مسجد دیدیم، یعنی می آمدن در صف اول مونجی چوکی برشان مانده می شد. یعنی آدمی بود که آدم قلبش همیشه علاقه من به مسجد بود و همه قسم که یاد میکنه خاطر جان، همیشه آدم با خدا بود، یعنی نام الله را یاد میکرد و شکر پروردگار و همی آی مبارک است که ولی این شکرتم لعزیدن نکن. یکی از وعده هایی که خداوند برای بنده خود داده، کسانی که شکر گذارند خداوند پاداششان ده ها و صد ها و حتی میلیون ها برابر زیاد میسازد. مولانا سر جمله کسایی بود که همیشه شاکر از نعمات پروردگار بود و انشاءالله که جایشان جنات الفردوس است، بالاترین درجات بهشت است. و ما و شما یگانه کاری که میتوانیم بعد از رفتن افراد به حقشان دعا کنیم. من قسم یاد کردم دوستان دعاگو زیاد دارن، اولادای دعاگو زیاد دارن و انشاءالله در این ماه مبارک رمضان، در این شبای قدر باز هم همین برنامه تلویزیون ایمان که شاید صدها و هزارها و نفری در انشاءالله تماشا کنن، هر کسی که یاد مولانا صاحب از طریق تلویزیون باشه بیادشان بیفته، باز هم دعا میکنم و انشاءالله که یک خیر و برکت بود. و تشکر از شما جناب محمدی صاحب که این فرصت مساعد ساختیم که یاد از جناب مولانا صاحب مرحوم رحمانی داشته باشیم. تشکر دکتر صاحب، واقعا به لحظات آخر برنامه نزدیک میشیم. اگر از شخصیت قرار که دکتر صاحب گفت، مولانا صاحب بود فرهنگی داشتن، بود شاعری داشتن، شعر شاعری و همچنان مسائل دین به خوبی میفهمیدن و در ضمن یک مبارز بودن، وطن دوست بودن. یعنی ما شاهد هستم، پیشترم عرض کردم که همیشه عشق وطن دلش، کتاباشون که سعی کنین همیشه توجهش اوضاع احوال وطن بوده که چی رقم مردم رو بیدار کنه، چی رقم مردم رو به یک شکل متوجه بسازه. این کلش از خواص و سجایای بسیار نیک رحمانی صاحب بود که گفتنی دوارشان زیاد داریم، منتها ما یعنی خواستیم کم ما و کرم کسایی که میشنون شما خواستیم یک یاد کنیم، یک قطره از بحر زندگی رحمانی صاحب برداریم و نثار شما و بیننده های از این برنامه کنیم. بیننده عزیز، ما میخواهیم که آخر برنامه را از زبان خاطر جان اگه چیز پیام و گفتنی دارن بر رقمی که میخواین، یعنی پیام بره دیگر راست بره هر رقمی که میخواین، اگه پیام خود بره بیننده ها یا کسایی که برنامه را تماشا میکنن تقدیم کنین پیامتان و انشاءالله دکتر صاحب میگیم که دعا کنن که حتما مونده از لحظ کارم آماده بودین. خاطر جان کل روز شما کار کردین، خداوند اجر بده. کار نرسین کار آسان نیست، کار بسیار سخت. بفرمایید. یک چیزی که در دلم گشت خواستن حسن الخاتمه، هر کس میتونه دعا کنه و میتونن خداوند پرسان کنه، مگم یک چیزی که من شاهد بودم، پدرم خدا بیامرزش در کل زندگیش اینمی اسلام، دین، محبت به دین، محبت به مسجد، محبت به قرآن، این چیزا واضح بود و اتر نیست که آدم دعا کنه برای حسن الخاتمه، ای برای آدم میشه. این از خاطر رقمی که هر روز اسلام و دین در قلبشان بود، در عملشان بود، ای باز برشان در آخر زندگیشان کمک شد بسیار زیاد. و if I can give one message is just to try to learn more about the religion, try to get closer to God, try to read more Quran, because that's going to benefit you the most. And چیزی که ما میفهمیم همه ما که life is not guaranteed, so we don't know when it'll be the end for us. شما باعث دختر کلان جناب رحمانی مرحوم، پیامتان برای دخترها و پسرهایی که برنامه رو میبینن چی است که پدرهای خود و مادرهای خود چی رقم یک رابطه داشته باشن؟ یک چیزی که بسیار خوب است اگر میشه که مردم بخوانن درسش یا یاد بگیرن یا کتابش بخرن، بر الوالدین،
بر الوالدین بسیار مهم است. It's like obligatory knowledge که هر جوان باید بفهمه که ما امروی مادر و پدر چی رقم رابطه داشته باشیم. بسیار مهم است. The more we honor our parents, the more that we are there for them, the more Allah will honor us, the more that we will have a better ending. It's just natural. They get that. That would, I guess, be my advice because Alhamdulillah, چند وقت پیشتر من رو یک معلم خودینمی تکست بر الوالدین خوندم. They got. I think that's it. That would be my advice. خودت هم جان گپا گفتی، هم کوره صحبت همی بود. الحمدلله دکتر صاحب محترم، چون ما برنامه را قبل از شما شروع کرده بودیم، تشکر از اینکه شما حاضر شدین. طبعا ما شما با در فکر از این باشیم که یک برنامه در خصوصیات بودای دیگه زندگی رحمانی صاحب که کسایی که به حساب در عالم شعر و عرفان و مسائل دیگه بود، داینده شاید پلان گذاری کنیم که او جهتشان به حساب چی شود زیر پوشش به. و میخواییم از شما در این شوای مبارک انشاءالله دعای آخر شما کنین، برنامه را به میشه ختم میدیم. و قبل از اینکه شما دعا کنیم، من قلبا تشکر میکنم از والده گرامی شما که در ایران تلاش کردن، چندین بار تماس گرفتن با ما، در تماس بودن و که به حساب این برنامه شوا ما مرزو داشتیم اون تا تایمش برابر نمیشت دیگه. بر از نام انشاءالله صحت و سلامتی و عافیت از خداوند توقع داریم و انشاءالله برشان آسان بگذره. مشکل است که آدم یک امسر خدا که سالا قدش زندگی کرده باشه از دست بده، بر کل مشکل است بر اولاد پدر. دیگه تشکر از خودت خاطر جان که حاضر شدی، تایمت به حساب در اختیار ما گذاشتی. خوش و خوشحال و آرام باشی با اولادای نازنینت، با تمیم جان و برادرها و خوارا و مرادر. انشاءالله چراغ روشن خانه رحمانی باشین کلتا. شکر خیر ببینین. من بسیار زیاد تشکری میخوایم از شما که دوستای پدرم بودین، که همیشه احترامشان را کردین. دیگه بسیار پدرم خوشبخت بود. He had really good friends around him and همیشه نام شما باز زبانش می بود. دیگه خیر ببینین. تشکر بسیار زیاد. شما تشکر. دکتر صاحب محترم شما. خواهش میکنم. خدا ان خیر بده. تشکر از حضور خاطر جان و از زحمت های شما جناب رئیس و از فامیل محترمشان. باز هم خداوند صبر بده و خداوند آسان بسازه برشان دوری. جناب مولانا صاحب دعا میکنیم و برکت این ماه مبارک رمضان. اللهم انی اسالک من الخیر کلی عاجلی و آجلی ما علمت منه و ما لم اعلم، و اعوذ بک من الشر کلی عاجلی و آجلی ما علمت منه و ما لم اعلم. اللهم اني اسالك الثبات في الارض، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عن سيئاته. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك. آخرتان تشکر. بینده عزیزی بود قسمت آخر برنامه ما. شما را به خداوند کریم رحیم مسپاریم. طاعات عبادات شما قبول درگاه الهی و انشاءالله تا برنامه آینده خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام.